برنامه رو ادامه خواهیم داد با هیئتی از شخصیت‌های برجسته زن. So please welcome on the stage Ramayad, former Francis, Secretary of Human Rights, Ingrid Betancourt, former Colombian Senator and great survivor, and candidate for presidential election in Colombia, and Dr. Maria Ryan, President and CEO of Cottage Hospital Woodsville in New Hampshire. خانم ها و آقایان، دوستان عزیز، میگن هر جا گفتن غیر ممکنه اون چیز ممکن شد. امروز ایرانی ها میدونستن که غیر ممکنه، بنابراین این کار رو محقق کردن، چون زنان هستند که انقلاب ایران رو پیشتازی میکنند که 6 ماه شروع شده. همه این ریسک ها رو به جان میخرند، همچون ریسک دستگیری و بازداشت. و من میخوام به اونها اینجا ادای احترام بکنم از صمیم قلب، و میخواهم اونها رو تشویق کنم باز هم از صمیم قلبم و صادقانه. 6 ماه، 6 ماه که grâce à elle، 6 ماه که به یمن اون آزادی و بهار ایران شروع شده، که در استانهای ایران مثل مشهد تا بازار تهران و در استادیوم فوتبال ایران تا حتی در خارج از اونجا فستیوال کن، باد تغییر شروع شده. یک روز هم نمیگذره بدون این اعتراضات، و زنان اعتراض خودشون رو ابراز میکنند. در آستانه پانتئونی شدن پاریس، زن برجسته فرانسوی سیمون ویل باید مبارزه زنان ایران رو مبارزه خودمون بدونیم. زنان ایران Les Iraniennes ont lancé un mouvement irréversible pour le changement en Iran. Elles sont les premières victimes d'un régime qui les cible en priorité. C'est que le régime est conscient de la dimension profondément politique de la révolution. C'est que le régime est conscient de la dimension profondément politique de la révolution. Il sait qu'une femme, la première des Iraniennes a inspiré grâce à ses milliers d'ashrafs. اولین زن و اون کسی که 1000 اشرف رو به راه انداخت چه اهمیتی داره؟ منظورم خانم رجبی هست، و من بسیار مفتخرم که دولت فرانسه تن نداد وقتی که از اون خواستن، یعنی رژیم ایران از اون خواست که علیه مقاومت ایران اقدام کنه. فرانسه اون وقتی زیباست که از مقاومان ایرانی دفاع بکنه. اما یک چیز میشه با اطمینان اون رو گفت، تغییر در ایران از خارج محقق نخواهد شد، بلکه خود ایرانیان اون رو رقم خواهند زد، به این دلیل که ایران متعلق به مردم ایران است. از شما متشکرم.